با سلام و تبریک سال نو به شما هموطنان گرامی در سراسر دنیا. به ویژه برنامه نوروزی ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. این برنامه را اختصاص دادیم به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سال گذشته و به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت در گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران حوزه روابط بین الملل. با ما همراه باشید. حسن روحانی با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری حل مشکلات روابط خارجی در صدر آن مسئله هسته‌ای و نیز سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی را اصلی ترین هدفهای دولت خود اعلام کرد. ایران و قدرت‌های جهانی پس از سالها گفتگوهای بی‌حاصل هسته‌ای سرانجام در 24 نوامبر سال گذشته میلادی به توافقی دست یافتند که بر اساس آن قرار شد ایران به مدت 6 ماه بعضی از برنامه‌های اتمی خود را محدود و امکان بازرسی گسترده‌تر را فراهم کند و طرف مقابل نیز از وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خودداری کند و از فشار تحریم‌ها در بعضی زمینه‌ها بکاهد. این مذاکرات واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در سال گذشته روز چهارشنبه 28 اسفند ماه به پایان رسید و ادامه آن به سال جدید موکول شد. اما مهمترین محور این مذاکرات چه بود؟ از مهران براتی، کارشناس مسائل بین‌المللی پرسیدم تحلیلشان از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب چیست؟ آشفت که این دور جدید مذاکرات در حقیقت از ابتدا هدفش به نتیجه رسیدن بلاواسطه نبوده. چندین دلیل وجود داره. یکی مسئله نوروز هست و وقت کم مذاکره کنندگان ایرانی. دیگر مسئله مشغولیات اتحادیه اروپا در رابطه با بحران کریمه و اوکراین هست و نکته بعدی هم در این هست که نکاتی که الان باید روش صحبت بشن وقت دیگری میخوان، که دو سه مورد مهمش، یکی مسئله نیروگاه آب سنگین عراق هست، مسئله سطح و درجه غنی‌سازی هست و مسئله برداشتن تحریم ها طبق برنامه‌ای که ایران فکر میکنه باید داشته باشه. در اصل یه مقدار الان شک شده، ایجاد شده در این که این مذاکرات به نتیجه برسند، چون در ایران از سوی نیروهای مختلف مرتب سنگ اندازی میشه در این جهت که فکر میکنن که دولت آقای روحانی و وزیر خارجهشون بسیار سست عمل میکنن و در مذاکرات به اصطلاح بیشتر از اون چیزی که آوانسی بگیرن مرتب آوانسهایی میدن، که خب این البته درست نیست. به زعم من ایران و آمریکا هر دو محکوم به موفقیت در این مذاکرات هستند. ایران به این دلیل که ورشکستگی اقتصادی داره و الان نمیتونه احتیاجات مالیش رو برطرف بکنه، از مجموع تحریما فقط 1/10 تحریما برداشته شده، 9/10 به جای خودش باقی هست، ارتباط مالی و اقتصادی ایران با دنیا قطع شده و در شرایطی که نارضایتی مردم روز به روز بیشتر میشه حکومت نمیتونه به خودش اجازه بده طبق شرایط پیشین به پیش بره. بنابراین از این جهت لازم هست که به موفقیت برسه. آمریکا هم بر صورت دولت آقای اوباما خزینه سیاسی زیادی کرده مقابله با کنگره آمریکا و نمایندگان کنگره آمریکا که اکثرشون از حزب جمهوری‌خواه هستن، فشار زیاد میارن به آقای اوباما در رابطه با اسرائیل هم که تحریم‌ها رو گسترش بده و به اصطلاح اصلا اجازه هیچ گونه غنی‌سازی به ایران داده نشه و همه سایت‌های غنی‌سازی برچیده بشه. خب ایشون تا به حال صحبتشون در این بوده که این انتظار زیادی است و اینکه ایران اصلا غنی‌سازی نکنه این مسئله ممکنی نیست، بنابراین مسئله کنترل سطح و درجه غنی‌سازی است. به این معناست که
ایران به احتمال از این 19 هزار یا 20 هزار سانتریفوژی که داره بیش از 4 هزار استفاده نکنه. از این 4 هزار هم با تکنولوژی های سانتریفوژ های نسل پیوان پی یک یا پاکستان یک استفاده بکنه که عقب مانده ترین تکنولوژی موجود بودن. این تکنولوژی را آمریکا استفاده کرده بود برای ساختن بمب اتمی که در هیروشیما استفاده شد، معروف به تکنولوژی منهتن هست که بعداً عبدالقادر خان پاکستانی این رو به پاکستان برد و در اون بر این پایه هم بمب اتمی پاکستان رو ساختن. ایران به هر صورت با این سطح غنی‌سازی با این تکنولوژی نمیتونه به صلاح کار عجیب غریب بکنه و غرب میتونه خیالش راحت باشه از این جهت که ایران نتونه به اندازه کافی و به سرعت کافی برای ساخت سلاح اتمی عرشبت که اورانیوم تهیه بکنه. مسئله مهمتر که میتونه الان سد راه رسیدن به موفقیت بشه، این فقط در رابطه با مذاکرات جاری که الان هست امروز و فردا هست نیست، بلکه برای آینده است. مسئله موشک های بالیستیکی ایران هست. این موشک های بالیستیکی موشک هایی هستند که بردی یه چیزی بین 700-800 تا 2500 کیلومتر دارن. موشک های شهاب 3 و سجیل ایران نامشون این هست، بردی بین 800 کیلومتر تا 2100 متر داشتن. موشک های میان برد هستن. موشک های بالیستیک رو اصلا برای این استفاده می سازن که به صلاح با سلاح های با کلاهک های اتمی به صلاح همراه بشن و از اون به صلاح برای دفاع از یک کشور در مقام حمله استفاده بشه، یعنی پاسخگویی به حمله ای بشه که پیش از اون انجام گرفته. کشوری که نمیخواد سلاح اتمی بسازه قاعدتا احتیاجی هم به این گونه موشک ها نداره. آقای ظریف و جمهوری اسلامی رد کردن تا کنون که در رابطه با مذاکراتی که مربوط به غنیسازی اورانیوم میشه در رابطه با مسائل نظامی و تسلیحات موشکی ایران صحبت بکنه. این معنیش این هست که ایران معتقد این مسئله نظامی ایران مربوط به آژانس بین‌المللی اتمی نمیشه، بنابراین حتی اگر در این رابطه هم مذاکره نکنن مجبور خواهند بود که خارج از متن مذاکرات اتمی مذاکراتی با نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا داشته باشند در این زمینه. علتش هم در این هست که به هر رو بر سر به اصطلاح اون چی که اروپا آمریکا مسئله تهدید استراتژیک خودشون میدونستن هنوز گفتگویی انجام نگرفته و این مسئله به آینده موکول شده و این میتونه سد راهی بشه. ولی در مجموع برداشت من و حدس من این هست که سعی هر دو طرف این خواهد بود که این مذاکرات با موفقیت تمام بشه. دولت آقای اوباما نمیتونه به خودش اجازه بده که در دور آخر ریاست جمهوریشون بحرانی رو باقی مانده به جای بگذاره که اگر به موفقیت نرسن اون وقت دامنه این بحران میتونه بسیار گسترده بشه حتی به درگیری نظامی میان غرب یا آمریکا و پیمان آتلانتیک شمالی با ایران هم بکشه و این رو کسی نمیخواد. بنابراین خوشبینی من دلایل گوناگون داره و فکر میکنم و امیدوارم که در این سال نو شمسی ما پیام نوروزی دنیا و ایران به دنیا این باشه که ما خواهان حفظ صلح و امنیت برای همه هستیم. با توجه به بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند بحران سوریه و اوکراین و افزایش اختلاف میان آمریکا و روسیه، آیا می‌توان گفت که شکاف میان شرق و غرب موازنه را به نفع ایران در پرونده هسته‌ای تغییر خواهد داد؟ البته روند تحولات می‌تونه دو سویه باشه.
در رابطه با سوریه من فکر می کنم که اتفاقا یک نوع قرابتی میان منافع آمریکا و ایران داره پیدا میشه، از این جهت که نیروهای افراطی اسلامی در سوریه بسیار قوت گرفتن و هرچه نیروهای میانه و آزادیخواه کمتر ما به موفقیت میرسن در گفتگوهاشون، حالا در چارچوب سازمان ملل یا مستقیم و غیر مستقیم با دولت حاکم، نیروهای افراطی اسلامی نیرومندتر میشن. این نیروها نیروهایی هستن که اصلا سر آشتی نه با آمریکا دارن و نه با ایران، و چون آمریکا هم اصلا مایل نیست اینها رو به طرف به عنوان طرف مذاکره بپذیره، قاعدتا بایستی که نوعی رفتار بشه که هم به تضعیف به اصطلاح دولت بشار اسد بیانجامه و هم به تقویت نیروهای میانه و آزادی خواه. اون چی که ایران در این رابطه برای آمریکا میتونه انجام بده یا برای آمریکا مهم هست این هست که چون آمریکا الان مایلم نیست که حزب بعث به کلی از قدرت حکومتی در کشور کنار بره، قدرت جانشین به درد بخوری هنوز وجود نداره، سعی در اینه که بشار اسد کنار بره ولی با کادرهای دیگری از حزب بعث نوعی ائتلاف و ائتلاف حکومت ائتلافی با نیروهای میانه مخالف به وجود بیاد. خب ایران میتونه در این رابطه که بخواد درجه تحریم ها رو و سرعت پایان دادن به تحریم ها رو بیشتر بکنه تاثیرگذار باشه در روند سیاسی سوریه. اما در مورد اوکراین و روسیه ببینید، بین سالهای 2006 و 2010 روسیه و چین هر دو به 4 مصوبه تحریمی شورای امنیت رأی دادند و اینها پایه و اساس اصلی تحریم ها هستند. در رابطه با اوکراین هم من این برداشت رو ندارم که الان روسیه بخواد در چارچوب شورای امنیت اقداماتی بکنه که جلوی به اصطلاح این توافق میان شورای اعضای دائمی شورای امنیت آلمان و ایران رو بگیره، چون مصوبات شورای امنیت لازم الاجرا هستند و یک مصوبه‌ای که شورای امنیت تصویب کرده الان روسیه نمیتونه یک جانبه لغو بکنه. ولی اون چی که ممکنه این هست که در رابطه با موشک‌های S-300 که ایران همواره به عنوان سپر دفاعی خودش می‌خواست این موشک‌ها رو داشته باشه، چون این موشک‌ها به لحاظ قابلیت انفجاریشون در لحظه انفجارشون میتونن به تعداد خیلی بیشتری موشک‌های حمله کننده برسند و اونها رو خونسا بکنن تا موشک های امتور 1 و 2 که پیشتر روسیه به ایران داده بود. و در رابطه با خطر و احتمال حمله هوایی اسرائیل به ایران و یا آمریکا، برای ایران خیلی مهم بوده که این موشک ها رو داشته باشه، ولی تا به حال روسیه خودداری کرده از دادن این موشک ها به ایران. این میتونه یک زمینه ای باشه که رابطه میان غرب به خصوص آمریکا و روسیه رو بدتر بکنه و به صلاح موقعیت ایران رو در مذاکراتی که انجام میده تقویت بکنه. ولی حدس من نیست که روسیه این کار رو بکنه، چون مجموعه تحریم هایی که غرب در رابطه با روسیه انجام بده تحریم هایی هستن که به اقتصاد خودش هم لطمه میزنه. به همین دلیل هم چون تحریم‌های اقتصادی عجیب غریبی انجام نخواهد گرفت در رابطه با سوریه، در رابطه با روسیه، و تحریم‌های شخصی و ویزایی هم که انجام می‌گیرن بسیار محدود خواهند بود، من تأثیر منفی بحران اوکراین در رابطه با مسائل اتمی و مذاکره اتمی رو نمی‌بینم.
اخیراً حدود 200 نماینده مجلس ایران با امضای نامه‌ای از هیئت مذاکره کننده ایرانی خواستند که به محدودیت فعالیت راکتورهای آب سنگین تن ندهند. تأثیر احتمالی مخالفان مذاکرات هسته‌ای در ایران و آمریکا بر روند گفتگوها چیست؟ به حدس من این هست که تمام اون چی که شما بهش اشاره کردید از طرف بسیار نیروهای تندرو در جمهوری اسلامی هیاهوی بسیار برای هیچه، چون آقای خامنه ای و امپراتوری اقتصادی ایشون، همینطور امپراتوری اقتصادی سپاه پاسداران، رابطه مالی و اقتصادیشون با دنیا قطع شده و امکان کشورداری رو در سطوح غیر رسمی دولتی هم از اینها گرفته شده. آقای ظریف، آقای روحانی و آقای ظریف میدونن که مشکل آمریکا با ایران تنها با مسئله غنی‌سازی حل نخواهد شد، حتی در این مورد هم اگه به توافق برسن. همونطور که قبلا روش صحبت کردیم، مسئله سلاح‌های موشکی ایران، مسئله رابطه ایران با کشورهای خاورمیانه و اقداماتی که سپاه قدس در این کشورها انجام میده، این همینا مسائلی هستند که مورد صحبت مذاکره خواهند بود. و به همین دلیل هم چون ایران محتاج به این هست که بتونه کشورش رو اداره بکنه و به این برای این مسئله به پول احتیاج داره، اون چی که ایران بعد از برداشتن تحریم های دوره 6 ماهه بهش دست پیدا میکنه، مقدار ارزی که ایران میتونه مستقیم به دست بیاره چیزی در حدود 15-16 میلیارد هست، چون ایران امکان فروش بیش از 200,000 بشکه نفت در روز رو مستقیما برای دریافت ارز نداره. میتونه 10 میلیارد هم معامله پایاپای انجام بده، یعنی نفت بده و جنس بگیره. برای صادرات پتروشیمیش که محدودیتی قائل نیست، غالبا ایران میتونه چیزی در حدود 17-18 میلیارد صادرات پتروشیمی داشته باشه، ولی در شرایط تخریب نیروگاه‌های پالایشگاهی ایران و عدم امکان گسترش تولیدشون در شرایطی که با تحریم واردات لازم برای این پالایشگاه روبرو هستن، میتونه 5-6 میلیارد بیشتر نمیتونه داشته باشه. یا بر صورت ما مجموع اینها رو در نظر بگیریم، پول بسیار کمی است در رابطه با 100 میلیاردی که ایران درآمد نفتی داشته. خب این مسئله الان 15-16 سال ایران این مشکل رو داره، از دوران 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد و الان هم دیگه نزدیک به 1 سال هم کم کم دولت آقای روحانی خواهد بود، درآمد نفتی ایران بسیار بسیار کم شده، ذخیره‌های ارزی ایران مصرف شده و چاهای نفتی ایران، به خصوص چاهای نفتی و نیروهای گازیش فرسوده هستن. چاهای نفتی ایران تقریبا 20-30% چاهایی هستن که 50 سال پیش شروع به کار کردن. ایران گازی رو که باید صادر بکنه مجبور تزریق بکنه به این چاها تا بتونه نفت رو بیرون بیاره و صادر بکنه. خب وقتی که به جای صادرات گاز مجبور گاز وارد بکنه و نمیتونه اون صنایع گازی خودش رو که در میدانهای گوناگون آغاز کرده بود با سرمایه گذاری های غربی و شرقی، الان گفته میشه ایران احتیاج به سالیانه 50-70 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این زمینه ها داره. تمام این سرمایه گذاری هم باید از غرب بیاد. بنابراین دولتی رو که آقای خامنه ای تایید کرده که بر سر کار باشه، این دولت وظیفه اصلیش همین هست که به این مشکلات پایان بده تا نظام سیاسی ایران، نظام جمهوری اسلامی بتونه پابرجا بمونه. و چون این خطر رو آقای خامنه ای و حتی سپاه پاسداران هم حس کردن، هیاهوی بسیار زیادی که از طرف نیروهای تندرو میشه،
این رو بیشتر ما میتونیم برای حفظ چهره در زمینه داخلی و پیروان این نوع گروه ها بدونیم. تأثیر تعیین کننده ای در سیاست ایران در رابطه با مسائلی که مورد مذاکره است نخواهد داشت. با سپاس از آقای مهران براتی که از آلمان با ما همراه بودند. در همین زمینه نظر محمد رضا حیدری دیپلمات سابق و عضو کمپین سفارت سبز را نیز جویا شدم و از ایشان هم پرسیدم که آخرین دور مذاکرات را چگونه دیدند. خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در یک شرایطی الان قرار گرفته که نیاز داره که هر چه زودتر به یک توافق نهایی با کشورهای 5 به علاوه 1 برسه، از طرفی هم فشارهای متعددی از سوی تندروها در داخل کشور هست، الان اومدن که در واقع بتونن به یک نقطه نظری برسن. اما آنچه مسلمه با توجه به شرایط منطقه‌ای و اتفاقاتی که در اوکراین افتاده، فشارها بر جناحی که خواهان توافق نهایی است افزایش پیدا کرده، کما اینکه ما میبینیم که حتی مهمانی شامی که آقای ظریف و خانم اشتون قرار بود در وین داشته باشند رو هم با فشار اونها کنسل میکنن. لذا چنانچه کشورهای غربی بخوان روی مواضع خودشون، به خصوص روی مواضعی که روی مسائل موشکی ایران و همچنین موارد مربوط به کارخانه آب سنگین عراق در واقع داشته باشن، این مذاکرات شاید به در واقع درازا بکشه و حتی شاید به شکست منجر بشه، همون جوری که خود آقای خامنه ای و تیمشون رو هم در واقع به این سمت و سو دارن میرن که با توجه به اتفاقات اخیر و مقابل قرار گرفتن روسیه با کشورهای غربی میتونن از این فضا به نفع خودشون استفاده کنن و امتیازات بیشتری رو در قالب این مذاکرات به دست بیارن. لذا من فکر نمی کنم در این مذاکرات که داره در واقع امروز و فردا ادامه پیدا خواهد کرد به نتیجه خاصی برسن، چون جمهوری اسلامی در واقع به دنبال اینه که از این فضا به نفع خودش حداکثر استفاده رو ببره. با توجه به مخالفت‌ها نسبت به گفتگوهای هسته‌ای در هر دو کشور ایران و آمریکا، احتمال لغو کامل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال جدید چقدر است؟ خب قاعدتاً همون جوری که خود رهبر جمهوری اسلامی هم گفته و مکرراً هم تکرار کرده که به این مذاکرات خوشبین نیست، عملاً کشورهای غربی الان به وضعیتی رسیدن که همون گونه که شما فرمودین یک بن‌بستی رو ایجاد میکنه، چون اونها میخوان در این مذاکرات به پروژه های موشکی جمهوری اسلامی در واقع پیشروی داشته باشن، همچنین به دنبال این هستن که این کارخانه آب سنگین عراق که اعلام کردن ایران لزومی نداره داشته باشه رو میخوان بررسی کنن، و از طرف دیگه به دنبال این هستن که بتونن وارد اون فضاهای نظامی جمهوری اسلامی بشن. خب قاعدتاً منجر به این میشه که اون تندروهایی که در جمهوری اسلامی دست بالا رو دارن، قاعدتا با تضاد منافعی که به وجود میاد بینشون، این مشکلات رو برای مذاکره کننده ها به وجود بیارن. و همونجور که خود آقای ظریف هم در بلاروس اعلام کرده و مذاکراتی که در واقع با مقامات اونجا داشته، عنوان کرده دقیقا که امکان داره این مذاکرات به درازا تو بکشه و ما نتونیم در 6 ماه به توافق نهایی برسیم و امکان داره این دوره رو تمدید کنیم، قاعدتا برگرفته از همین بنبستیه که در مذاکرات پیش رو هست و هر دو طرف بهش پی بردن. مضافاً بر این که رویدادهای اخیر و اقداماتی که روسیه انجام داده باعث شده که یک قوت قلبی برای آقای خامنه‌ای و اون تیمی که به نوعی از روسها در داخل کشور حمایت میکنن رو داشته باشیم تا این مذاکرات رو بخوان به همین حالت سردرگم به جلو ببرن. آیا شکاف میان آمریکا و روسیه در اوکراین و سوریه میتواند سبب تقویت موقعیت ایران در گفتگوهای هسته‌ای شود؟ خب در هر صورت اتفاقاتی که افتاده منجر شده که الان روسیه خودش رو به عنوان یکی از حامی‌های بشار اسد در واقع به دنیا معرفی کنه، و از طرفی هم ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی از این قضیه خوشنوده و میشه به این نتیجه رسید که احتمال داره این اتفاقات همون چیزی باشه که جمهوری اسلامی به دنبالش بود، کما اینکه قبل از این هم جمهوری اسلامی موضوع رو عنوان کرد و به دنبال ایجاد یک شکاف بین کشورهای اروپایی و آمریکا بود که الان با این اقدام
مقامات روسیه میشه در واقع این شکاف رو به نوعی دیگه در بین متحدینی که بر علیه جمهوری اسلامی در واقع جمع شده بودن در نظر گرفت و عملا این پیامد رو میتونه به وجود بیاره که مذاکراتی که داره میره به سمت جلو با دخالت‌های روسیه و حمایت‌های بی‌دریغ روسیه از ایران منجر بشه که به یک توافق کامل و جامع نرسه و عملا جمهوری اسلامی بره به اون سمت که مذاکرات رو در واقع شاید ترک کنه. احتمال رسیدن به توافق پایدار در سال پیش رو میان ایران و گروه پنج به علاوه یک چند اندازه است؟ من فکر نمی کنم با توجه به اون هزینه های گزافی که جمهوری اسلامی انجام داده و میلیاردها دلار سرمایه ملت ایران رو برای این پروژه گذاشته بخواد به همین راحتی اینها رو رها کنه و بیاد و با غرب به یک تفاهم برسه. هدف عمده و قایی در واقع جمهوری اسلامی خرید زمان بود و بازی دادن افکار عمومی جهانیان تا بتونه در واقع به اون اهدافی که داره برسه و برای رسیدن به اون اهدافش هم الان شرایط جامعه جهانی رو در واقع برای اونا مهیاست که بتونن بیشتر این بازی رو ادامه بدن و در نهایت به خواسته پنهانی خودشون برسن. با سپاس از آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق و عضو کمپین سفارت سبز که از نروژ با ما همراه بودن. من امیدوارم که سال آینده سال خوبی برای مردم ایران و به خصوص برای تلویزیون شما باشه و مخاطبین بیشتری رو جذب کنین. همچنین مردم ایران بتونن شرایط بهتری از اینی که در واقع درش هستن شاهدش باشیم داشته باشن و بتونه در واقع مردم ایران با مردم جهان یک رابطه بهتری رو در واقع برقرار کنن و از این وضعیت و این شرایط فلاکتبار راحت بشن. پایان بخش برنامه این هفته ما طبق روال هر هفته گزارشی است از مهستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار می‌دهد. بر اساس جدول زمانبندی شده ای که پیشتر از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام شده بود، فعالیت انتخاباتی در ترکیه از روز پنجشنبه گذشته 20 مارس به پایان رسیده و هر گونه فعالیت انتخاباتی در این زمینه ممنوع خواهد بود. به هر حال باید ببینیم در روزهای باقی مانده به برگزاری انتخابات چه اتفاقی در این زمینه رخ خواهد داد. در هفته گذشته ما شاهد سفرهای مکرر نمایندگان احزاب مختلف به شهرهای ترکیه بودیم، از جمله سفر خود آقای اردوغان به شهر ازمیر که دارای اهمیت زیادی هستش، دلیل مشخصی هم داره. به هر حال میدونیم دست کم بسیاری از تحلیلگران از این زاویه به این موضوع نگاه میکنند که شهر ازمیر به عنوان سومین شهر بزرگ ترکیه پایگاه مهم حزب خلق هستش، حزب خلقی که بزرگترین منتقد دولت آقای اردوغان هستش. اما جدا از مسائل کاری و انتخاباتی، خود آقای اردوغان در سفر به شهر ازمیر شاید به نوعی این سفر نمایش اقتدار حزب عدالت و توسعه در شهر ازمیر هم از حیث هواداران بود. اونطور که تصاویر تلویزیونی نشون میداد ما شاهدش بودیم که به هر حال جمعیت نسبتاً زیادی برای شنیدن سخنان آقای اردوغان اومده بودن. آقای اردوغان در این سخنانی که بارها از شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش شد و مورد تحلیل قرار گرفت به نکات مهمی اشاره کردن، از جمله مجددا به اهمیت انتخابات محلی اشاره کردن و گفتن آینده ترکیه در گروه همین انتخابات محلی هستش و همینطور به دو هدف عمده حزب عدالت و توسعه اشاره کردن، مسئله معیشت مردم و مسئله دموکراسی. اما جدای از این مسائل کلی که در سخنرانی آقای اردوغان شاهدش بودیم، آقای اردوغان یک بار دیگه در این سخنرانی خود شبکه گلن و آقای گلن رو مشخصا مورد انتقاد قرار داد. آقای اردوغان در این رابطه گفتن که شخصی که سال 1999 از ترکیه گریخته در حالی ادعای دلبستگی به ترکیه رو مطرح میکنه که دو سال پیش من برای اون نامه نوشتم و از اون درخواست کردم که به ترکیه برگرده و او این درخواست رو رد کرد و در واقع تلاش میکنه که سیاست‌های کلی ترکیه رو در مسیر دیگه قرار بده و متاسفانه در این رابطه حزب خلق و حزب حرکت ملی هم در دام این خیانت افتادن. همینطور در این هفته ما شاهد اظهار نظر آقای اردوغان در
سفرهای تبلیغاتی خودش بودیم در مورد برکین البان، نوجوان 15 ساله‌ای که متاسفانه جان خودش رو چند روز گذشته در بیمارستان از دست داد و سخنان آقای اردوغان هم به نوعی باعث شگفتی بسیاری از تحلیلگران و منتقدان شد. آقای اردوغان در سخنان خودش عنوان کرد که برکین البان در واقع در ارتباط با گروه‌های تروریستی بوده، موضوعی که از سوی خانواده او به شدت تکذیب شد. حتی پدر او عنوان کرد که خانواده او تا به الان هیچ گونه فعالیت سیاسی رو در این زمینه نداشت. همونطوری گفتیم، به هر حال این اظهار نظر آقای اردوغان هم در نوع خودش موجب شگفتی بسیاری از منتقدین و کارشناسان شد. اما برگردیم به موضوع اختلاف خود آقای اردوغان و آقای گولن. در ادامه انتقاداتی که هفته‌های اخیر آقای اردوغان از آقای گولن داشت، شاید همین موضوع هم باعث شد تا آقای فتح‌الله گولن که بسیار کم هم در واقع سعی می‌کنه رسانه‌ای باشه و مصاحبه بکنه، در هفته گذشته روز دوشنبه مصاحبه مهمی رو با روزنامه زمان چاپ ترکیه داشت که در بخش‌های قبلی و گذشته قبلی به اون پرداختیم. اما به طور مشخص آن چیزی که در این مصاحبه آقای گولن مطرح میکنه، یک بار دیگه از دولت آقای اردوغان انتقاد میکنه و حتی میگه جفایی که دولت آقای اردوغان در حق او و یارانش در این مدت انجام داده بسیار بیشتر از دولت‌های نظامی پیشین بوده. به هر حال این مجموعه اتفاقات، بحث و جدل‌ها و گفتگوهایی بوده که در هفته گذشته و هفته‌های گذشته در ترکیه مطرح بوده. به نظر میرسه مسیر مشخص و نقطه نهایی تمامی این ادعاها که چه از سوی احزاب مخالف دولت، چه از سوی هواداران دولت و چه از سوی افراد صاحب نظر و مشهوریشون آقای گولن مطرح میشه، همون روز 3 مارس خواهد بود و باید ببینیم در روز 3 مارس ادعای کدام چه هواداران چه مخالفان در واقع صحت خواهد داشت. اما خارج از موضوع بحث انتخابات ترکیه، رویدادهای دیگه هم در مسیر تحولات داخلی و سیاست خارجی ترکیه در هفته گذشته ما شاهدش بودیم، از جمله واکنش منفی دولت ترکیه به رفراندوم برگزار شده در کریمه. به هر حال میدونیم موضوع کریمه چه از جهت استراتژیک، مسائل استراتژیک دریای سیاه و چه قرابت نژادی که دولت ترکیه با تاتارهای مقیم کریمه داره، برای خود دولت ترکیه بسیار های اهمیت هستش. در این باره آقای داوودوغلو گفتن که اساسا این انتخابات و این رفراندوم مورد قبول ما نیست. حتی آقای داوودوغلو ساختار سازمان ملل و عملکرد اون رو در این زمینه مورد انتقاد قرار داد و گفت که به نظر میرسه که سازمان ملل در این زمینه از دستیابی به یک نتیجه مشخصی ناتوان هست و نمیتوان بر روی بازی‌های به تو نظام‌های بین‌المللی رو بنا کرد. در همین زمینه هم ما در هفته گذشته شاهد دیدار آقای اردوغان با رهبر تاتارهای کریمه آقای کریم اوغلو بودیم. یک بار دیگه آقای اردوغان تاکید کردن بر پشتیبانی دولت ترکیه از تاتارهای کریمه و گفتن در این زمینه ما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود و سعی میکنیم با دولت‌های اروپایی و همینطور کشور روسیه در گفتگو باشیم و در این زمینه بتونیم به نتایج مشخصی برسیم. اما مسئله دیگه‌ای که در هفته گذشته ما در رویدادهای سیاسی ترکیه شاهدش بودیم، بحث و گفتگو و نشست در پارلمان اتحادیه اروپا در زمینه بررسی گزارش پیشرفت ترکیه در سال 2013 در ارتباط با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بود. در این زمینه آقای استفان پوله، کمیسر سیاست توسعه اتحادیه اروپا، گفتن اگر ترکیه میخواد به اتحادیه اروپا بپیونده باید 29 سرفصل و موضوع مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیره، از جمله مسئله اصلاحات قضایی در ترکیه. میدونیم بارها اتحادیه اروپا نسبت به این موضوع به ترکیه هشدار داده و گفته اگر میخواد به اتحادیه اروپا بپیونده اساسا نباید قوانینی که در پارلمان ترکیه تصویب میشه در تضاد با روح و منشور اتحادیه اروپا باشه. و در نهایت مسئله آخر که در هفته گذشته ما شاهدش بودیم، سفر آقای بارزانی به ترکیه و دیدارش با آقای رجب طیب اردوغان بود. میدونیم محور اغلب سفرهای ماهای گذشته آقای بارزانی به ترکیه مسئله صدور نفت شمال عراق به اروپا از طریق بندر جیهان ترکیه هستش، موضوعی که هنوز با دولت مرکزی عراق در این زمینه اختلافات زیادی رو دارن و ترکیه سعی میکنه در این رابطه میانجی باشه. به هر حال مسائل مختلفی مطرح هستش.
پیشتر همونطور که میدونیم قرار بر این شد که دولت ترکیه به عنوان میانجی درآمدهای حاصل از نفتی که به حال در این زمینه اقلیم کردستان به فروش میرسونه در یک بانک ترکیه در واقع نگهداری بشه تا پس از حل و فصل اختلافات میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی این درآمدها به نسبت تقسیم بشه. در واقع همونطور که گفتیم سفرهای اخیر آقای بارزانی به ترکیه محور مشخصش همین موضوع مسائل صدور نفت شمال عراق به ترکیه و از طریق ترکیه به اروپا هستش. با این گزارش به پایان ویژه برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت می‌رسیم. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا انتهای برنامه همراهی کردید. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش می‌شود. اگر موافق به دیدن پخش زنده آن نشدید، این برنامه همراه با برنامه‌های دیگر ما رو می‌توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده، می‌توانید پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. منتظر نظرات شما هست. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.